میفرستم بر ارواح طیبه شهدا و همچنین تسلیت میگم در گذشته جناب آقای و آیان انصاریان رو و همچنین جناب کرانچار رو که سابقه مربیگری هم در ایران هم زحمت کشیدن هم برای تیم ملی امیدمون زحمت کشیدن در همون چند سالی هم که ما در فدراسیون فوتبال بودیم خداوند عالم رو من شاکر و سپاسگزارم که این توفیق و سعادت خدمت رو در این مجموعه فوتبال به من داد و در روزی هم که برساد اومده بودیم برای سبتنام هم امید و توکلم به خدا بود و توسلم به دعای خیر مقربین الهی به ازن الهی چون عالم محضر خداست و همه چیز در آن خداست و صندلی هم خوبه که خدا به آدم بده و چیزی که خدا بده مراقبت میکنه محافظت میکنه و نکته ای که باید بهش اشاره کنم رفتید داخل بحث فضای نمیخواد میخواد شروع کنید یعنی بحثو منظورم اینه چون من همین چیزی نپرسیدم بفرمایید نه نام... یه ذره پینگ پونگی تر می‌خوام با هم جلو بریم یعنی مثل هفته قبل نیست ها فکر کنید مثل هفته قبل آقا بفرمایید خواهش می‌کنم آقا 5 دقیقه وقت دارید و ای... یه ذره من میام تو کلامتون اگه اجازه بدید سوالا رو سریع‌تر می‌پرسم با توجه اینکه سوال مردم هم داره میاد تعدادش هم زیاده با هم سریع‌تر بریم جلو شما هفته قبل که همینجا نشسته بودید حالا 5 6 سال این مرتبه <تصفح> چقدر فکر می کردید که این هفته مهمون ما باشید و رئیس فدراسیون بشید من چون کار رو به خدا واگذار کرده بودم اول عرایزم هم, هم در برنامه حضرت رتایلی اعلام کردم من فر و برای نتیجه شو گزار خدا هستم و واقعا هر اتفاقی می افتاد و هر نتیجه خدا رقم می زد سرنوشت من در اون بود به همین دلیل خیلی برام سخت نبود حتی شما بین شمارش آرا رو هم دوستان به من گفتن مشغول یه بخشی مطالعه بودم نمیخوام بگم که استرس نبود و برسا دوستان به من همه محبت کرده بودن ولی علا ایوال هر نتیجه رقم میخوره اون دست خود کلا نتیجه دست خداست این رو اگه بتونیم با خودمون حل کنیم که اول به خودم توصیه و تذکر میدم برسات زندگی راحت تر میشه برات. شما چون سابقه و تجربه مجامع قبلی هم داشتید و حالا شاید خیلی هم تجربه شیرینی نبود براتون یه مقداری گلایه داشتید از مجامعی که قبلا برگزار شد این یکی رو چطور دیدید؟ آیا کاندیداهای دیگه همون حس شما رو دارن به نظر بعد من از, من از مجامع قبلی؟ از من می‌خواستم یه مقداری برگردم یه مقدمه‌ای رو که اجازه بدید بعد به سوالش فقط برگردم. کوتا کوتا فقط, فقط کوتا, کوتا. کوتا. مرسی. ببین فضایی که اول این رقابت پایان گرفته و من فکر می‌کنم الان فضای دوستی و حمایت و و هممون بتونیم یه فضای همکاری رو آغاز کنیم این این نکته مهمیه و سرنوشت فوتبال هم در همین دوره ای هست که شروع شده و من جا در از همه عزیزان همه دست در کاران برزاد تشکر کنم به خصوص مجمع فدراسیون فوتبال که به هر صورت مستقل به زم من با استقلال و با آگاهی که خودش داشت اومد و رای داد به کاندیدای مورد نظرش با حفظ احترام به همه و جا از همه عزیزان چه اونایی که به من رأی ندادن چه اونایی که به من رأی دادن من از همه تشکر میکنم تشکر ویژه میکنم از رسانه ملی تمام تمامی رسانه ها که در این مدت به هر صورت پرداخته بودن به بحث انتخابات جا از همه تشکر کنم تشکر ویژه میکنم از دوستان عزیزی که برصد در اون کارزار انتخاباتی بنده بودن و وقت گذاشتن کنار من روزها مسافرت ها من فروتنانه تشکر میکنم در کنار مجمع محترم فدراسیون و فوتبال و علا فوتبال دیگه مسیرش رو رفته انشالله هممون در کنار هم با هم یک فصل نوین یک نگاه جدید در کنار هم با همه ظرفیت هایی که در فدراسیون فوتبال هستش انشالله بتونیم استفاده کنیم و در فضای ملی هستش استفاده کنیم و بتونیم انشالله توسعه بدیم برنامه ریزی کنیم برنامه و پلانامونو گام به گام انشالله با برنامه‌مون رو جلو ببریم خب این کوتا کوتاتون م... میخوام برگردم به <ت Hence> <hine> م... همون سوال هست میخوام تو این 4 سال یعنی 4 سال آینده پیر میشیم ما رسانه یا هم. بله بعد خب حالا یه تایم بیشتری یه بخشیش به مجمع برگشیدای میساق یعنی به هر صورت من شاید خیلی بینندگان عزیز حالا خیلی میگن حالا سبق و اولا من این نکته رو اشاره کنم من نه به هر صورت آقازاده ام نه که آزادی بد باشین اصلا نمیخوام ورود کنم نه سببی نه نسبی با هیچ کسی هر چه بوده لطف خدا بوده این یک و آن چه بوده اول آخر خداست به من کمک کرده و اون روزم خدمتتون عرض کردم در قلب زاکروس اومدم به شما قبل برنامه گفتم افتخار می کنم به ایرانم افتخار می کنم به منطقه ای که اومدم افتخار می کنم با آغوش باز هیچ نه نسبی و نه سببی به هیچ جا وصل نبودم و نیستم چرا رفاقت رفقای زیادی دارم ولی اول آخر خدا بوده مبحث بعدی که من دیدم که حالا ب... قبل از برنامه هم صحبت کردیم بس این که طرفدار یه تیم بودن من اصلا اینا رو از تو میپرسم بله. سب کنیم بعضا بله. دونه دونه بله با هم بریم جلو ببینند, خواهش خواهش ببینند خواهش اونم بگم که الان هزار و دیوی تا برامون سوال فرستادن فوتبال تیوی داتایا رو براتون زینویس میکنن هر سوالی از آقای عزیزی خادم دارید بپرسید که من مطرح بکنم و از ایشون جوابامون امشب بگیریم. پس کوتا کوتا, کوتا بریم جلو. بله. فکر اون برآوردی که تو ذهنتون بود از تعداد آرا خب رایزنیا رو انجام دادید. هر مجمعی هم معمولا اتفاقات رو داره. همون عددا تقریبا اتفاق افتاد. ببین من نه من تحلیل خودم این بود که انتخابات رای من بیشتر از اینه با تعجبه که رای زدید به هر شما فراموش نکنید میساقی عزیز من یک بار در این هیئت رای گرفته بودم در دور اول من اولین بار در انتخابات ریاست شرکت میکنم در انتخاباتی که من کنار گذاشته شدم به هر دلیل نمیخوام ورود کنم بنزکاوی بهش پرداختین ولی در دور گذشتم شما 74 تا از مجمع بودن اگه یادتون باشه دو سه مال من بود که تو وقت اضافه من انتخابات کنار گذاشته شدم و در یه انتخاباتی هم که در هیئت رئیسه اومدم شما دید لب به لب من اومده بودم هلی. با اینکه من فقط خدا به من کمک کرد و بعدش هم دوستان خوب و عزیزم پس من آدم آدمی نبودم که از بیرون اومده باشم یعنی برصد یه دور انتخابات رو داشتم یه دور بر ریاست برصد اکثریت مجمع با من بود گز... کنار گذاشته شده بودم به همین دلیل اسفند ما قرار بود انتخابات برگزار ایاد بشه یادتون باشه و خاطرتون باشه من در اون انتخابات انصراف دادم دلیل من دلیل شخصی نبود و دیدید که بر اساس هم برگزار نشد در این انتخابات با بر این باور بودم بر این اعتقاد بودم با دوستانم نشستیم برنامه‌ریزی کردیم که بیام ورود کنیم به انتخابات خب بعد برای ورود به انتخابات شما باید, نامینت بشید من یه تیمی بر من در فضای آقای میساقی عزیز وارد انتخابات شدم که که دو تا از نواب من رو شما دیدید که نبودن یعنی در اون فضا در کارزار رو من کمک میکردم و دو هفتم یه پمپاژ خبری شد که اینا نیستن فلانی هم نیست در انتخابات احتمالاً به گوش شما هم رسیده تون فضای رسانی که نمیخوام بهش ببرزم چون اصلا اون چیزی که گذشت برای من گذشته است ولی درس میگیرم و چون اعتقاد دارم که ما اومدیم یه دوران جدید رو سیانت مقتدرانه و آلمانه کنیم از منافع فوتبال منافع که جزی از منافع ملیه این اعتقاد قلبی من هستش پس میخوام ذهن حالا از که خودت مشرفی و نیازی به گفتن من نیست ولی بینندگان عزیز که من یه شبه نیومدم تو این فوتبال کما که در یاد هم که بودم سعی میکردم من تمام ظرفیت هم استفاده کنم برای مجمع فدراسیون فوتبال الانم با تمام وجودم کنار مجمع هستم کنار استقلالش هستم کنار توسعه فوتبال هستم برای اوسان ها هستم فرقی برای من نکنم هم سامداره این فوتبال هن. هم همون که بوشهر گرفته تا سراوان سیستان تا کوهیلوی بوی تا خراسان شمالی اینا هم این هم عضو این مجمع اینا بله. رای دادن برسات شما خودتونم جای اینا بذارید به داره این فوتبال من جا در سیمان از تمامی اعضا بازم و صادقانه تشکر کنم امیدوارم که امانتدار خوبی باشم امیدوارم که بتونیم با یه تیم همکار خوب با همکاری همه اعتماد رو و اعتبار رو و افتخار رو به فوتبال ملی برگردیم من چند سوال دیگه بپرسم میریم بخش دوم اتفاقات مجمع رو می‌بینیم با هم دیگه این مجمع فرقش با اونای دیگه این بود که یه سری آدم فوتبالی همش اضافه شده بودن یعنی سهم باشگاه ها بیشتر شده بود باشگاهایی که الان دارن توی لیگ برتر فعالیت میکنن توی لیگ یک هستن بخش فوتسال فوتبال ساحلی بخش بانوان کاپیتان تیم‌های ملی رای داشتن تو رده های مختلف اینکه تعدادش رفته بود بالا هیئت فوتبال که سرجاش یه مقدار سهم فوتبالی ها بیشتر شده بود و یه ذره حالا میگم خیلی تعجب میکنن از اینکه مثلا علی کریمی کاملا فوتبالی توی این مجمع تعداد رعیاش مثلا شاید اونجوری که خیلی انتظارش رو داشتن نبود شما خودتون نظرتون چیه به آ... علی کریمی که وارد این اتفاق شد به نظرم یه شروعی شد برای حضور فوتبالیایی که تا قبل از این مجمع اصلا نمیتونستن بیان ثبت بکنن و همیشه ما هم یه ایرادی که میگرفتیم به اساسنامه بود که چطور اساسنامه که یه نفر فوتبالی بیاد تو ی یعنی نمیتونه بیاد رئیس بشه ولی اتفاق افتاد حالا شما تحلیلتون رو میخوام من اول اتفاق. جا داره آقای میساقی عزیز هم شما هم بقیه رسانا هم خود فدراسیونی که موقت بود شخصای بارون همکارانشون دبیرخونهشون به وزارت ورزش کمیته ملی المپیک مجلس شورای اسلامی همه کمک کردن این اساسنامه و این اتفاق افتاد این یک نقطه عطف تاریخی بود به زعم من ما همه اومدیم برزا من دور گذاشتم نتونستم ورود کنم به دلیل همون شرایطی که بود حضور آیه کریمی رو برزا آیه کریمی افتخار فوتبال ایرانه از مفاخر فوتبال ایرانه و این فضا که باز شد من خیلی مثبت می میکردم و یه فضایی باز شد که همه بیان خودشون رو در معرض آرا قرار بگیرن تجربه اولی بود قطعا در فدراسیون اصلا همین فضا به حالا برسان من چون خب سال هم در دو تا حیط مدیره مسئولیت حیط مدیره دو تا باشکار رو هم داشتم خب آدم بیگانه نبودم بله پیکان مصاحب کنم همون دو تا کمپانی خودروسازی یا شرکت خودوسازی به همین دلیل من خودم اعتقاد قلبی خود من هست فدراسیونی که الان برسان به لطف حق بنده مسئولیت چه به عهده دارم با دوستان همکار خوبم هم که رای آوردن در هیئت رئیسه همشون هم آدمایی هستن که مجمع بهشون رای داده همشون هم آدمای مشرفی به راجبشون صحبت بله, بله اینا قطعا به, 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 اون نگاه جمعی ما کمک خواهند کرد و این, این رو مطمئنم اکثر هم از دوستان خوب من هستن و منم خیلی خوشبینم هم. به همین دلیل این فضا الان بیشتر باز شده که ما بتونیم از این ظرفیت ها از این مفاخر فوتبالمون از علی آقای کریمی علی آقای دایی از مهدی مهدوی کیا خود آقا وحید آشمیان هست ما خب با هم صحبت کردیم دیروز صحبت کردیم امروز صحبت کردیم این فضا رو باید باز کنیم بیان قطعا فدراسیون آتی به روی این دوستان همون بحثی که هفته پیش داشتیم با هم بله, بله. مدیران فنی یعنی کسایی که بیان رابطه بینه که تصمیم گیرا باشن هیئت رئیسه باشن و تیمای ملی ما تیمای باشگاهی ما اگه میخوایم یه تصمیمی بگیریم یه فوتبالی اونجا باشه حضور داشته باشه حالا خوبه هیئت رئیسه فوتبالی داره راجع به صحبت میکنم ولی منظورم این مفاخر فوتبالمونه بتونه کمک بکنه همون تکنیکال دایرکتوری که هفته پیش سوال بله. کرد من این نکته بگم بعد سوال از شما بپرسم یه اتفاقی هم که افتاد اینه که حالا تایید میکنه آقای عزیزی خادم تو مجمع اینجوریه مثلا بعضیا شب قبل زنگ میزنن اونایی می‌خوان یادیسه بشن یا رئیس بشن به این دوست عزیز اون دوست عزیز من که شما به ما رأی میدید، بود آقا خیالت راحت خلاص ابراهیم شکوری میگفت 45 نفر گفته بودم به من رأی میدهن بعد مثلا آخر خیلی‌هاشون رأی ندادن یا ممکنه خیلی قول داده باشن که ما به شما رأی ولی اتفاق نیفته. خب این بعضی وقتا طبیعیه دیگه این دفعه خیلی خیلی عجیب غریب بود یعنی کسایی که قول داده بودن به سری از افراد اصلا به قولشون عمل نکردن یه سری‌ها بودن که میگفتن ما به این دوست عزیز رأی میدیم ولی به یکی دیگه رأی دادن لاقل وقتی میخواید این کار انجام بدید اون برگه رأیتون یه تا اضافه بزنید موقعی که میخواید بندازید چون رفقای ما از دور لنزاشون یه ذره قویه آقای عزیز خودم دو تا سوال کوچولو دیگه از سوالایی که مردم دارن میپرسن بعد بریم قسمت دوم مجمع رو ببینیم خیلی هم سوالای خوبی اومده ریزبینانه دقیق فوتبال تی وی دات آی آر 2500 تا تا الان اومده میگم سریع به خاطر 2500 است گفتن که فوتبال بازی کردید اه و اهل کجا دیم بیوگرافی خیلی کوتاه کوچولو از خودتون بگید کجا به فوتبال بازی بله. کردید چه تحصیلی من اول به شما بگم این رو که ببین فوتبال آرای که داده شده من نکته مهمی اتفاقا نشاره کردید و خیلی تیز میرانه این آرای که داده شد برای من به زعم خود من آرای دلی بود یعنی ببین آرای من آرای دستوری نبود آیه این نکته مهمیه اول این رو من جدا کنم و مجمع نشون داد که که اون استقلال خودشو داره و اون به اون نگاه انبساطی خودشو داره و خیلی دستوری عمل نخواهد کرد و رایه بود که رایه دلی بود بعد فوتبال رو نه من خیلی یعنی به زمین به زمین زم... که فوتبال هر... بازیکن حرفه‌ای باشم نه نه در همین حد دانشگاه و دانشگاه و دا اینها فوتبال بازی کردم این, این, یک مسئله مسئله سوال دوم هم که اهل کجای؟ من اهل آخرین روسا و آخرین نقطه لورستان در آخرین نقطه واقعا میگم اینم که خیلی استراتژی قبل برنامه داشتم میگفتم قلب زاکروس به همینجور من دوست دارم اونجا رو داشتی با مثلا یه بحث جغرافی میکردیم که بله. یه جایی از استان خوزستان میرسه به استان لورستان, لورستان, لورستان. که نزدیکش استان ایلام هم هست ب... نه بین لورست بله شما صد مدون ایلامه یه رو بیس دقیقه نزدیک به اندیمه آخرین نقطه لورستانه ولی از توابع پل شهرستان حساب میشه با افتخار و سلام ویژه هم دارم خدمت همه شون تحصیلات چی های از من لیسانس هم علوم سیاسی دانشگاه تهرانه ارشد مطالات مطالعات منطقهی رعایت میرم و گرش اروپا اروپای امریکاست در دانشگاه علامه تبا تبایی و دکترا هم اصلا دانشگاه باز تهران تهران عکس با شورت ورزشی هم دارن آره اونو بیشتر دانش با رحمان رضایی و فرشاد کرمی و اینا تو تیم دانشجویان رحمان مهاجم بود اون موقع بله همون شیل دانشگاه بازی میکردیم ولی من هیچ وقت بازیکن کنه ای نبودم و هیچ وقت خب بیشتر هم مشغول تاثیر و بعدش هم اومدیم تو وضعی همین کارای اجرایی و صنعت و ببینیم و... چیکار می‌کنید دیگه ان شاء الله زیاد خوردن اهالی فوتبال تو چند سال گذشته ان شاء الله تعالی و امیدوارم که اون هرس خوردن رو ادامه پیدا نکنه بخش دوم مجمع رو ببینیم صحبت‌های هستش که توی این بسیار مهم حضور داشتیم. خب صحبت ادامه بدیم با آقای عزیز خادم سریعتر برسیم به مباحث تیم ملی و مباحث مالی و اینها مون توی صحبت های آقای کیومرث هاشمی نکته بود آقای عزیز خادم یکی از بچه های همکار من پرسید که آقا شما گزینه وزارت ورزش بودین گفتن نه کاملا برعکس یعنی شما گزینه وزارت ورزش بودید اینطوریه من من به هیچ عنوان گزینه هیچ شما اولا من فکر می‌کنم در همین هی سال گذشته برسال من چهار سال گذشته در همین دولت هز شده بودم یعنی نبودم پس ما پس دومی که برای من مهمه این خب نظر شخصی هایی که امرس بوده و قابل احترام هم است. ما پس دوم اینه که خب من اگر در همین دولت یا این یعنی چهار سال با وزارت ورزش شما یه جایی توی انجمنی هیئت مدیریتی یا باید می بودم پس نبودم اما اینکه اینکه فدراسیون بنده فدراسیون تعاملی خواهد بود اینکه فدراسیون بنده با دولت مستقر و دولت آتی همکاری خواهد کرد این که همه کاندیدای وزیر رو دیدن حتی بعضیشون شاید بیشتر از من دیدن به هر صورت وزارت ورزش نمایندگی میکنه دولت رو در واسه ورزش این که فدراسیون فوتبال که نمیتونه جزیره باشه باید تعامل کرد نگاه ما نگاه تعامل گرایانه است با همه تعامل خواهیم کرد با تمام ارکان با تمام ارکان نظام به دلیل بخاطر اینکه منافع فوتبال گره خورده با دستگاهی که باید به اینجا کمک کنن همیشه هم کمک کردن و ما انشالله از تمام زرفیت استفاده می کنیم این هم مبحثی که اشاره فرمودید فدرسون آتی قطعا قطعا و فدرسون امین فدرسون فعلی دیگه حالا آتی نیست قطعا فدرسون غیر سیاسی خواهد بود فدراسیون خواهد بود که به سمت شهست سالاری خواهد رفت شتاب زده عمل نخواهیم کرد عجولانه تصمیم نخواهیم گرفت آسیب شناسی خواهیم کرد وضع موجود رو بررسی کردیم مجددا بررسی می‌کنیم تو تمام حوزه ها مبحث هم که من یه نکته بگم هفته قبل هم بهش صحبت کردیم شما الان رئیس فدراسیون فوتبال هستید و با علم به اتفاقات فدراسیون فوتبال تشریف آوردید الان دارید با هم صحبت می‌کنیم با بیننده دارید صحبت می‌کنید همه این مباحث هم بیننده ها یادش میمونه هم تو آرشیو ما میمونه بله. چند ما بعد نشه دوباره بله. اون بحثا که آقا ما یه ویرانه تحویل گرفتیم نمیدونم نبید. اینجا بدهکاری زیاده اینجا خیلی مشکلات زیاده اگه واقعا میدونستید این اتفاقا رو و فکر میکرد که نمیتونید این کار رو انجام بدید نه باید تش میآورید الان که تشریف آوردید شما تحریما رو میدونستید بله. میدونستید پول چه جوریه سخت ما فیفا میتونیم پول بگیریم از ای اف سی همینطور بله. بس یه سری از اون ارتباطات بانکی ما اینا بله. همه تیم ما در آستانه رقابت خیلی مهم بله. نشه بعد چند ما بگید آقا ما که نبودیم کی بود کی بود نبودم همین سوال رو شما هفته گذشته هم به وضوح اشاره کردین قطعا نظر ما هم همینه قطعا زمان میخواد اونجا برساد شما یک وضع موجود این که اینجا یک ویرانه است اینجا یک برساد مشکلات خاص خودش رو داره اینا که یک شبه حل نمیشه اینا یه برنامه ریزی میخواد برنامه بخشی زمان میخواد حالا حداقل ما اولویت اصلی ما الان تیم ملی فوتباله به همین دلیل تمام امکاناتمون رو بسیج خواهیم کرد من با تیم فنی صحبت کردم همین ظرف یه دو جلسه مفصل خواهیم داشت با همین دوستانی که مسئولیت دارن و برنامه‌ریزی خواهیم کرد از تمامی ها و از همین دوربین شما دوربین شما با حضور از از میگم که از تمامی عزیزان من میخوام در تمام از مجلس شورای اسلامی وزارت ورزش دولت محترم سازمان مدیریت برنامه موجه هممون باید ظرف این دو ماه این دو ماه دو ماه حیاتی فوتبال کشوره به هر صورت شرایط بوده که پیش اومده شما وقتی میخوای برنامه رزی کنی زمان میخوای که به درآمدزایی برسی برنامه رزی کنی خب این, این یه کار, کار فوریه، یه کار فوتیه و ما باید به این سمت بریم که شما هم کمک خواهید کرد که همه دستگاه ما همین الان دست همه رو میبوسیم دست همه رو میفشاریم از همه ظرفیت چه در حوزه نیروی انسانی همین اسطورهای ما فدراسیون به روشون بازه به ما کمک فنی خواهند کرد با افتخارم فدراسیون درش به روی دوستان بازه تو اوضاع اقتصادی هم تقاضامون اینه که هم دولت محترم دولت فعلی مجلس شورای اسلامی ریاست محترم و مجلس سایر ارکان سایر نهادها همه باید کمک بدیم که این شرایط رو مساعد کنیم انشالله این چهار بازی رو بریم توی مرحله بعدی قطعا من امید فراوان دارم به لطف حق و تمامی ظرفیتمون رو استفاده طبعا. میکنیم با کمک دوستانم هم در الان این مقطه خیلی خیلی حساس برای فوتبال ما حالا دقیقا خورد به آغاز مسئولیت شما ولی بیننده ها هم می اتفاقات بعدی که تو محل مقدماتی جام جهانی تا اینجا برامون افتاده ما رو توی وضعیت پر استرس نگه داشته و سرنوشت چهار سال آینده فوتبال ما رو تعیین میکنه ما ها چه بخوایم چه نخوایم رفتن تیم ملی به جام جهانی فوتبالی اتفاق خیلی خیلی خوشایند و خدای نکرده نرفتنش رکود عجیبی ایجاد میکنه امیدوارم همه دست به دست هم بدن هر مشکل و هر مسئله ای هم دارن با همدیگه این چند ماه بذارن کنار تیم ملی بره جام جهانی بعدا ان شاءالله باعث سر فرصت با هم دیگه حل میکنه ولی این یکیش خیلی اورژانسیه امیدوارم همه کمک کنن اردوی خوبه ملی ان حالا میگم شما که اسکوچیش رو در واقع حمایت میکنید ازش ادامه میدید باشید بله حتما همینطور هستش برسا من هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برسا هفته انده ما جلسه میگیریم من همون جوری که در برنامه هم اعلام کردم و دوستان رسانه حضرت و خود حضرت ما تصمیم جمعی خواهیم گرفت من اعتقادم به اینه که شتاب زده عمل نخواهیم کرد و نمی کنیم و فوتبال نیاز به آرامش داره از التا پرهیز میکنه. چون الان زمانش, زمانش اصلا نیست که ما بخوام دوباره جدیدی کنیم ولی اینکه از کمک فنی میگیریم از از اسورایی که ما داریم به ما کمک کنن به ما ایده بدن در به روی همه بازه و از ظرفیت های مالی و اقتصادی و حتی حوزه دیپلماسی برای این بحث این چهار تا بازی که بتونیم چون الان برصد یه سری صحبت ها از پر این بازی های ما که باید در منابع بشه بله. خب ما از تمامی ظرفیت های دیپلماسیمون استفاده خواهیم کرد اتفاق نیفته خیلی برنامه باشه که دستگاه دیپلماسی هم به کمک ما بیاد هفته آینده ما بر قرار جلسه گذاشتیم و بر شروع کردیم به رایزنی قطعا هیئت خوبی هم که شکل گرفته به ما کمک خواهند کرد و ما فقط آرامش آرامش و بتونیم از ظرفیت استفاده کنیم چون هر گونه هر گونه بیقراری هر گونه خبت هر گونه ناآرامی هزینه هایی و فدراسیون فوتبال رو متضرر میکنه و به منافع ملی آسیب پس می زنه. امیدوارم که کسی... فعلاً امیدوارم که ملی فوتبال هم. آره امیدوارم همه بسیج بشیم با قدرت مقتدرانه فدراسیون فوتبال قطعا تو این حوزه دستیاری به همه دراز میکنیم در کنار همه هستیم دست همه رو میبوسیم کمک میخوایم برای فوتبال فوت هم ملت عزیزمون هم رسانه ها هم اونایی که امکانات دستشونه به هر صورت فراموش نکن میلیون ها میلیون ایرانی کششون به با مسئولی محترم این رو من میدونم که شما هم میگید دوستانتون هم میگن جلوتر از خود ما هم هستید این فوتبال ملی با مسئولی محترم کشور هست این فوتبال متعلق به مردمه این فوتبال متعلق به مردمه این ماره ملت عظیم و ایرانه به هر دلیلی ما تو این فضا قرار گرفتیم ما نیازمند کمک و همگرایی و همدلی و وفاقیم و انشالله مطمئنم همه همه کمک کنندان مطمئنم که دلسوزتر از ما هم. ولی باید این آگاهی بخشی رو ما درست. انجام بدیم به دلیل اینکه این چقدر شما میخواید کار فرهنگی انجام بدید که این فضا رو این انسجام رو درست. ما حتی یه ستادی که برصد خود مناطق آزاد کشور دو سه ماه پیش دنبالش بودن یه شورایی دارن درست میکنن با زیر نظر ریاست جمهوری که خود ما انشالله امیدوارم که صعود مقتدرانه کنیم به لطف خدا چون, ب... چون نتیجه دست خداست و به لطف الهی ما کیش رو داریم ریزی با دوستان چند تا جلسه و اینا هم ما قبلش هم خب حالا های از ما گرفتن که اونجا رو به عنوان مرکز قرار بدیم اونجا چون ویزا نمیخواد میتونن بیان زیر ساختای مناسبی داره میتونن تقویتش کنن مشکلات مالی خود اون منطقه هم کمتر یعنی زود به سرعت میتونن که حتی یه بخش کم به تیم شرط آب و هوایی و یه امکانات خوبی رو انشالله میتونیم م. یه تدارک ببینیم انشالله هممون با هم باهم. پس تون اگه بله،, بله بله, من بگم بله. هر مشکلی هم که حالا با فدراسیون حالا حاضر دارید با شخص با هر کسی هر مشکلی داره هر عزیزی این چما باید بذاریم کنار که تیم ملی بره جام جهانی ما خرداد فوق العاده سخت رو پیش رو داریم امیدوارم اتفاقاتی که گفتن های عزیزی خودم حالا فعالیت دیپلماسی قرار انجام بشه اون نفوذی که ما هیچ وقت نداشتیم توی اف قرار اتفاق بهتری براش بیفته انجام بدیم بتونیم میزبانی رو حل بکنیم بازی با عراق و بحرین قطعا تو بحرین برای ما خیلی سخت خواهد بود بدون تایید حالا دو تا دیگه شاید بتونیم یکاش بکنیم ولی اینم میتونیم ببریم تیم بی‌نظیره یعنی تیم لژندرش می‌بینید دارن چی کار میکنن کادر فنیش خیلی تلاش کرده ولی خودمون انداختیم خودمون تو دردسر امیدوارم که در دستش بیشتر نشه با این میزبانیه بعدش هم برمیگردیم به آماده سازی تیم ملی شما کار عملی انجام میدید برای فروردین یه بازی دهم فقط بله. شده از فیفا دی بله. کنم با سوریه بله با سوریه این فیفا فیکس شده قرار شد که ما چهارشنبه جلسه با همین کادر فنی داشته باشیم بشینیم صحبت کنیم, کنیم. یه بازی دیگه برای برنامه ها رو بگیریم اون بحث دیپلماسی رو من به شما برگردم بر اساس ظرفیتی که قطعا خود وزارت ورزش داره وزیر محترم ورزش داره کمیته ملی المپیک داره مجلس شورای اسلامی و دستگاه دیپلماسی که امیدوارم که اینا بیان به کمک و کمک کنن هم یه بخشی دولت از حیث مالی یا حاکمیت از حیث مالی و یکی هم از همین چانه زنی و از این ظرفیت استفاده کنیم به هر صورت فوتبال ملی ما گره خورده به این چهار بازی به دلیل اینکه امروز هم خدمتتون عرض کردم فوتبال ملی پیشانیش تیم ملی فوتباله صعود کنیم خب بقیه بخش حالا به هر دلیلی که تا ان شاء کنیم که اینا خودکفا بشن ایه. و اگه چه از نظر مالی چه از نظر معنوی چه از نظر صورت اون فضا و حالا هوای فوتبال همه فوتبال کشور و دلخوشی این مردم تو این فضا و میلیون ها ایرانی گره خورده به این چهار بازی که امیدوارم باز هم تکرار میکنم باز هم دست همه رو میفشارم میبوسم همه کمک کنید بسیج کنیم امکانات رو و من به لطف الهی امیدوارم. بس اتفاق عملیش میشه. اردوهای خوب تیم ملی بازی و تدارکاتی مثل موقع نباشه ما با پاپوا گینه اینو بازی کنیم. آیا از کشور رو تو نقشه بشه پیدا کرد. پونز مونز اینا زیرش از قطعا با تمام آره اگر قرار اگه قرار بازی هم نکنیم به اون سمت نمیریم. نمیارم. یعنی ت... یعنی اگه ترجیح میدیم که بازی نکنیم ولی این, این, ف... این فوتباله اعتبارش دار نشه جایران. اینجا آقای میساقی عزیز وسیقه گرونیه این فوتبال متعلق به مردمه دار شدن این هزینه وره متفج... همین الان فضایی که الان موجوده خب شما اگه این فوتبال بخشایی خدشدار نمیشد خب الان ما این داستان رو نداشتیم به همین دلیل ما نیازمند اینیم که این فضا رو خورد, خورد درست کنیم این یه بخش زمان میخواد ب... چاره نیست شما برای برنامه برای هر کاری شما زمان میخوای برنامه ریزی کنید ولی این کار فوری فوتی که اتفاق افتاده این یه بخشش دست ما نیست یه بخشش بسیج کردن این امکانات دست خود ماست زمان رو از دست ندیم ما نیم ساعت دیگه با هم باید گفتگو کنیم 6000 خورده سوال تا الان اومده من باید تون تون از ازتون سوال بپرسم بفرمایید و اینکه شما دارید ریتمتون رتم داره میره جلو بله دیگه ما هم تون تر شد بحث تیم ملی که سوال خیلی از بینندهای فوتبال برتر بود بس بازی تدارکاتی اردوآ شرایطی که باید فراهم بشه ان ب... تو بهترین وضعیت تیم استقبال اون چهار تا بازی سخت راجع به مالی صحبت شده یه جای انگار مصاحبه بوده که ما به 500 میلیارد تومان احتیاج داریم در بعد ورود که بیاین فدراسیون زر جمع جور بکنیم و ها رو بدیم و اینها شما دقیقا برنامهتون برای اینکه بتونید منابع مالی جذب فدراسیون فوتبال بکنید چیه ببین شما اول این مسابقه رو من نکردم اگه تازه من میگفتم برای فوتبالی که بخواد رو ریل توسعه بره بالا هزار تا پول میخواد این یک این مصابه و اصلا من عدد ندادم چرا عددی در برنامه هم دادم اون پیشبینی بودجه من هست ریالی داریم ارزی داریم کمک های فیفا رو داریم به اعضای مجمع دادم اون اون پیش ما سر بودجه که میریم دنبالش و ان یه بخش زیادیش هم بر سال اول بتونیم محقق چقدر کنیم چقدر باید تقریباً باشه سالانه ببین ما سالانه اون چیزی که پیش کردیم در بودجه چیزی حدود 225 میلیارد تومنه با کمک هایی که باید بگیریم از ریبرندینگ گرفته تا کمک هایی که به وزارت ورزش کمک میکنه و, ام و امکاناتی که بتونیم و تو دیجیتال مارکتینگ البته این یه بخش زمان بره این ای اصلا به کار ما تو این دو ماه نمیاد نمیاد زمان میخواد الان ما باید این فضا رو ببریم به این سمت که اولین تیم ملی رو خیالمون راحت شه یه بخش مطالبات ما قابل توجه هم هست که الان در فیفا و اف سی بلوکه شده مونده که دنبال همین راهکاری مگر طریق آره خواهش هست... میکنم پس دیگه ولی اون بحثا بله. نگیید به جان یه بخشی بله. از موهای اصحاب که سفید شده به خاطر این جمله است که ما یه عالم مطالبه داریم نه 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 تاریخ. من امروز اتفاقا امروز داشت... بله بله, بله ما قطعا میریم بله زیزم... راکار داریم به سمت افق میریم میریم بعد مجوزاشو بگیریم ببین وقتی میگم مجوز شما بعد مجوز از سازمان خزانه داری بگیری امریکا افق همینه یعنی افق یه چیز نیست ما میگم من یه کاری بود خیلی از کارها نشد دائم میساخید که خیلی از کارهای نشده مونده این زمان میخواد و این ولی راهکاراش اینه این راهکارهای واقعیه بعد واقع با این موضوع برخورد کنیم ولی تمام فضا و بنای ما بین با همین راهکارها راهی هم جز این ما نداریم راهی نداریم چیزی حدود 7 میلیون دلار ما داریم یه بخشش مطالبات ویلموتس ما منتظر حکم نهایی هستیم که در کس بیاد خب بعد ببینیم خب چه اتفاقی اونجا برای فوتبال ملی میافته که من امیدوارم ان نتیجه اون برصد هزینه کمتری مترتب کنه بر فوتبال ملی برشت بخش قابل, قابل توجهی هستش که میتونه به توسعه ما آماسیزی تیم ملی و و اینا کمک کنه رفتن تیم ملی به جام جهانی یا همون دور اول خب بالای دو سه میلیون دلار به شما میدن رفتن و کوالیفای شدن یا همون رفتن به جام جهانی از این مقدماتی حداقل در دا... اینکه کلم کلمه انگلیسی سعی می‌کنم بله اون انگلیسی تو بله دوری معلوم. ولی می‌خواستم اون واژه اینجوری براتون بکشم مثلا سعی می‌کردن دوستانم انگلیسی بله. بنویسن خود چجوری جوری کیو مرسه اونطوری نوشته بله. یک کیو با یه یو بله اصلا خیلی عجب. حتی به غلط اصرار دارن که انگلیسی بنویسن ولی که شما دارید کمتر استفاده می‌کنید بله, بله. خواهش می‌کنم خواهش می‌کنم ب... آه. ب... ب... جانم بپرسم ب... سریع فقط میخوایم بپرسیم عالیه اه... پس شد منابع ما و منابع مالی که یکیش میشه اون داستان های فیفا و ای اف سی که دیگه ما بهانه تحریم و اینا را داشته باشه بریم به سمت را که برنامه ای که من برای منابع ارزی و ریالی دادم و این برنامه کمیه یعنی قابل اندازه گیریه ولی این برنامه خب حالا سال اول هست میریم ولی همچین چیز در فوتبال ایران نبوده یعنی شما منابع ارز ریالی که اونم باید صرف تیم ملی و توسعه بشه بر سازمان لیگ هستش اون متعلق به با باشگاه هست که ما برنامه مبسوط برای اونجا داریم و با باشگاه باید بیان نظارت کنن باشن سازمان لیگ هست مثلا کچی. تا خردادی که ما بازی تیم ملی رو داریم خب بخش آماده سازی تیم ملی بخش بازیای بازی دوستان اون عددی که فکر می‌کنید لازم دارید باید از کجا در واقع فراهم بشه که ما سری بتونیم این مرحله رد بکنیم بعد بریم سراغ حالا ب... ب... یه... یه بخشش فرصت خود فدراسیون بر امکانی هست یه بخشیش رو هم خود وزارت ورزش چیز کردن که فعلا کمک کنن بر صحبت هایی که شده همیشه هم کمک کردن و ما داریم رایزنی میکنیم و انشالله اون مشکل آماده سازی و اون بحث ها رو انشالله ما رد میکنیم و نخواهیم داشت آقای عزیز خانم خیلی از دوستان پیام دادن یه نابسامانی توی بخش فوتبال پایه ما وجود داره تو بخش ملی حتی بله. کمترین امکانات بله. حتی امکانات در واقع پایه‌ای و اون الزامات اولیه مثل لباس نمی‌دونم مثل قرارداد مربیا تیم ملی نوجوانان جوانان امیدا نگاه به فوتبال بانوان که خیلی امکاناتش کمه داورایی که یه فصل یه فصل میگذره و حقوق نمیگیرن نه نمیدونم یه سری عددا تو فدراسیون شاید خیلی عددای پایینی هم باشه همه‌شو جمع بکنی قرارداد دو تا بازیکن فوتبال نشه ولی داده نمیشده این خ... خیلی در واقع ناامیدی ایجاد کرده توی سری از داورامون توی سری از فوتبالیای پایمون به نظرم یه نگاه ویژه‌ای می‌خواد حالا سوال خیلی به جای کردین یک بحث داوراست قطعا ما اینا رو داریم کار تطبیقی انجام دادیم و یه بخشش هم من امروز با دوستانم صحبت کردم که قطعا ما افزایش خواهیم داد و بعد نظارت هامون هم کاملا قوی و شدیدتر خواهیم کرد در حوزه داوران هم اگه قرار باشه که اون حرمت و اون کرامت دوستان ما در حوزه داوری قطعا کوتاه نخواهیم اومد که اگر بخواد فدراسیون فوتبال یا دوستان ما در حوزه داوری زیر سوال برن که انشاءالله با همون کمیته های اخلاق کمیته های اخلاق انضباطی و حقوقی ما قطعا ما مماشاتی نخواهیم کرد حتی اگر آقای امساقی عزیز من یک روز اینجا باشم اونجا خطکش ما قانونه خطکش ما کرامت انسانیه خطکش ما اینه که بیایم و بس بس تطبیقی و حقوق داوران ان شاء الله افزایش خواهیم داد ولی اینکه بیاد با بی احترامی و بی حرمتی و فضایی رو که بخوایم ایجاد کنیم بر نخواهیم تابید امیدوارم حتما این کار رو مطمئن باش اگر یک روزم بنده اونجا بخوام مدیریت کنم با اقتدار مدیریت خواهم کرد و کوتاه نخواهیم اومد به دلیل اینکه اگر این اتفاقات رو ما جلوش نگیریم مثلا سنگ رو سنگ بند نمیاد به دلیل اینکه یه میشه یه جزیره ای که هر کی بخواد کار خودش رو انجام بده خب به این اتفاق افتاد هم بوده دیگه یعنی طبقه بله اصلا اصلا اینکه اینجوری بوده پس خودشون جدا تصمیم گرفت از اگه اینجوری بوده اصلا ما برای چی اومدیم دیدگاه متفاوته من اون روز به شما هم عرض کردم دو قلوه امسان هم, هم فکر می‌کنم من برسات روش و مدل مدیریتم هم همینه دوستان من در هیئت به من کمک خواهند کرد مطمئن باش که قاطعانه و مقتدرانه هم از منافع فوتبال سیانت خواهیم کرد هم از حقوق داوران هم از حقوق معنوی داوران همینجوری که از حقوق مربیان و زینفان دفاع خواهیم درست. کرد کاملا که همه در یک فضای کاملا قانونی قرار بگیریم نشان. این فضای تهمت و افتراح و سعایت و اینها رو بر نمیتابیددانید. این یه بخشی اصلا خا... یه بخشی خااشیه. که ب... انرژی میگیره یعنی شما هیچ جای دنیا این چیزا رو نمیبینید نمیبینید نه شما هم شما هم اصلا دنبال این نباشید که حالا برید ببینید کی بهتون رای داده کی رای نداده اصلا. با اونی که رای نداده بخواید انرژیتون رو اونجا مصرف رو کنید اونی که رای داده چه جوریه چون تو بخش مختلف این کارا رو میکردن من... حتی تو چند ماه منتظر انتخابات داوری هم, هم تحت تاثیر انتخابات قرار گرفته بود من رای جمع کن اینو بیار بهش قضاوت بده که یه رای بده حالا نمیدونم برای کی جمع میکنن؟ ولی بالاخره شما دنبال این داستان هم انرژی خودتون آیه آیه میساقی از من یه آدم حرفه‌ایم و به هیچ عنوان اونجا خطکش من و خطکش بند خط... خطکش بنده و قطعا دوستانم هم همین خواهد بود که بهترین ها رو انتخاب کنیم حتی اگه نزدیکترین آدم ولی یه, یه بحثی هم هست و یه بحثی من ور و فره. شما توی موضعی فضای انتخاباتی قرار داری یا در ریاست جمهوری جای مختلف خادم به شما کمک کردن و کارم بلدن شما باشین ها رو کنار میذاری؟ بستگی داره کی نه نه میدونم اصلا کلا من ببین بس ببین وقتی شما صلاحیت سنجی میکنی و بخواید صلاحیت ها رو مد نظر بگیری ما که هیچ کسی رو بدون فیلتر که نمیخوایم یاد این فوتبال بیاریم متوجه هر کسی یه استاندار داره حتی کوچکترین آدمی هم که بیاد در این فدراسیون کارهای سلامش انجام میشه از همه جا وقتی ما فیلتر میزنیم اون یه بحثیه که وقتی شما در یک فضا انتخاب شما چون با شعار نیروی انسانی کار بله من بله بله اعتقاد من دقت میشه رو تک تک, تک, تک یا اونجا رو قطعا به همین دلیل وقتی من اونها نیروی انسانی کاربلد فیلتر شده کارآمد چون ناکارآمدی بدکارآمد میکنه یه سیستم رو اونا وقتی میاد آدم کارآمد میان اصلا شما دیگه نیاز اونا اوتوماتیک توی سیستم قرار میگیرن درسته در اینکه روی حرمت خودش رو آبروی خودش رو نگاه حرفه‌ای خودش رو به خاطر این مسئله اصلا توی حاشیه نمیرن قطعا افرادی که میخوان بیان تو این حوزه قرار بگیرن که یه بار دو بار ببینن طرف حسابشون وایستادن برخورد میکنن هر کی باید ببینید هر کی کار ویژه داره الان میدونید موازی کاری به بخالتا موازیکاری به هیچ عنوان راجع به آدمای مختلف حالا نمیدونم چون اصلا فوتبال ما الان نیاز به آدمای بنام نام و داستان و قصه دار نداره یه سری عکس هم از طرف اهالی فوتبال دیدم یکی درست شما کسی که کسا انتخاب نکرد فعلا جز ببین اول اینکه ببین من یک مسابقه با همین دوستان رسانه شما فکر کنم با تصمیم بود همین ست دو سه روز قبل از مجمع اونجا هم من به وضوح گفتم که اصلا اینجا تصمیم جمعی باید گرفته بشه بعدش هم فدراسیون فوتبال بزاد بینندگان شما هم بدونن اساس نامه داره هیئت رئیسه داره ارکان داره اینا باید بیان تبادل نظر بشه اونجا بشینیم چکشکاری کنیم اگر شعار ما همینه اگه قرار باشه که ما هم مثل رویار رو ما نمی اومدیم اصلا ما اومدیم تمام. اومدیم برای تغییرات اساسی اومدیم برای توسعه فوتبال اومدیم فوتبال برای همه باشه اومدیم فوتبال رو از سراوان و تا سرخص و تا پرموزگان و فوتبال برای همه و به خصوص بحثای استانی من که با افتخار با افتخار کنارشونم بحث های باشگاهی که بعد منافعشون شما الان هر باشگاهی شما, شما میگه صورت های مالی اصلا از یه باشگاه الان به من بگو من خودم بودم دیگه همین همین سایپ ما که پارسال برصد اه... تا قبل از این مسئولیت جدیدم در یه جای دیگه که بودم اونجا رو ترک کنم شما وقتی ببینید ببین چقدر اینا آیدی ایناست آخه اینکه میشه ودال حرفه‌ای که ای؟ من مطمئنم همهر ببین هزینه است به همین دلیل یه بخشی رو من با آیه میساقی عزیز با دوستان دانشگاه و یکی از معتبرین دانشگاه و همون تهران دارم مذاکره میکنم یه دوره مدیریتی برای مدیران فوتبال داریم میذاریم که این مارکتینگ رو اینا بشنسن اصلا از این به بعد هم اگه قرار کسی بریم مدیر یه مجموعه بشه یا مدیره این دوره رو باید بگذرونه چون وقتی نمیتونی یه صورت, مایه صورت مالی رو بتونیم آنالیز کنی همین امروز من رسیدم در فدراسیون فوتبال آقا صورت آ... من اینو بگم صورت مالی که خیلی جلوی اورو یعنی بله. میخوام به شما بگم که کنیم. بله همین امروز قرارداد داز... میلیاردی می‌بندیم ولی نمیدونیم چه قرارداد داریم قرار بله باشگاهی تو قرارداد باشگاه ما الان یکی از مشکلات اساسی که داریم الان پرسپولیس رو ببینید شما استقلال ببینید تراکتور رو ببینید باشگاه دیگه همینطوری مشکلاتی که داریم بحث قرارداد بستن که امیدوارم فدراسیون بتونه حداقل این مشاوره باشگاه خودش درست ببنده یعنی واحد حقوقی درست حسابی داشته باشه چیزی که نبوده اتفاقی نیافتاده بوده و بتونه یه مشورتی به باشگاه ها بده بتونه کلاسای رو برگزار بکنه که قرارداد میخواد ببندید اصولشینه. اینه ببنی. این, حتیقل. این رو ما مذاکره همین ا... همین توی مسیری که من اومدم چون قبلا البته من صحبت کرده بودم که این مدیران برن تو حوزه آموزش حوزه بسیار مهم است برای ما بانوان رو اشاره کردی که به قطع یقین که جا داره از حضور پررنگشون در مجمع فدراسیون فوتبال تشکر کنم تو این فضایی که باز شد که این به بانوان هم حضور داشتن حضور پررنگ و به صورت تاریخی رو داشتن قطعا به قولی که دارم وفادارم تو حوزه فوتسال و فوتبال بانوان با تمام باشگاه با تمام باشگاه و لیگ برتر مذاکره خواهم کرد غیر از مدیرعاملان باشگاه ها با مدیرعاملان خود شرکت ها <applause> که اکثرا دارن باشگاه داری میکنن اکثرا هم از دوستان خوب من هستن محبت هم دارن هزینه زیادی هم ندارن. اما یه نشاط عجیبی برای جامعه میاده و جز الزامات ما اینشالله بچه... میریم که فو... و فوتسال رو میریم که باید بریم تجاری کنیم اینا رو اینشاللان. بچه ها حیات رئیس رو آماده میکنن وال حیات رئیس رو من چند تا از ساله مردم بپرسم تا برم پای وال حیات رئیس رو خدمتون معرفی بکنم چند سال بپرسم بعد بچه ها گفتن که ابن همین چهار عزیزی که کاندیدا بودن خودتون خواستید رای بدید یکی رای میدادید از کدوم چهار تا همین چهار که ایک یکی شما هستید من به علی کریمی رای میدادم واقعا با افتخار بهش میدادم فکر میکنید رأی علی کریمی یعنی نه تا رأیش تو بخش دوم به سمت کی رفت بیشتر من فکر کنم بخش اعظمش به سمت من, من واقعا بله بله علی... علی, کریمی واقعا من با قلبم خوشحال شدم و فدراسیونم به روش بازه به روی ایشون مهدویکی‌ها دوستان دیگه و آبیدم اومدن میان چرا که اینا نیان خداییش استفاده کنید یعنی شعاری واقعا همشه. تا... فقط ب... یعنی وا... مسئولیت وا... وا... همین الان تو این تریبون دارم میگم میگم فدراسیون بازه ف... اصلا ف... یه فرصت تاریخیه آیه میساقی به ارشاد کسی اومده که اه... اه... که این فضا رو محصول همین فضاست این فدراسیون بازه چرا نیان اینا وقتی میان به مشروعیت میدن به فوتبال برای چی نباید میان افکار عمومی رو داری کار بلدن چرا کار بلد نیستن قریب اتفاق این بچهای بچهای فوتبال هم تحصیل کردن میرم دنبال واسه اتحادیه چرا کان مربی کان رو کمک خواهم کرد که در مجمع بیاد همینجا الان رو میدم بقیه اتحادی قوی باشن اتحادی اینا باید بیان نه تمرینه. تمرین اینا تمرین تمرین دموکراسیه اینا مشروعیت میده به یه مجموعه فضای بسته آفته یه سری همین تکرار رو مقررات البته تغییر میدیم با تجربه هم استفاده میکنیم البته این زمان میخواد خورد خورد میرم جلو ولی فدراسیون من از همین فردا از امروز از الان بازه قطعا در همین هفته آتی هم دوستان رو دعوت میکنم کمک فکری میگیرم هر جای اجرایی هم که احساس می‌کنم به من باید کمک کنن با افتخار میارم این دوستان رو تو حوزه پایا تو وزه تیم ملی بزرگسالان تو حوزه تیم های ملی پایه تو حوزه مدیریت شما فکر میکنید بعضی از خیلیشون تحصیل کردن دستپاکن دست پاکن کار بلدن آدمای سالمی هستن، قریب به اتفاق اینا خب فضا رو بستیم ولی اینا میرن به سمت حق هم دارن شما فضا رو انتقاد نمیکنی؟ ما انتقاد می‌کنی بر عمر و زندگیشو هم گذاشته. و من اعتقاد دارم که به سن بینیم ولی تو حوزه های دیگه اونها حوزه مالی مارکتینگ قطعا افراد کارولد و خوشامی در حوزه های سیستم های بانکی و مالی هم به کارگروه ما اضافه میشن بچه هایت رئیسه ها رو ببینیم با هم دیگه از هایت رئیسه ها رو بچه ها میدازن برامون با هم دیگه یه نگاه بکنیم یه مرور بکنیم حتی شما نایب رئیساتون که هنوز رای نهی دیگه چی میشه قصه من هم که الان آقای بارمن که سرپرست هست که اونجا هستش و الان برای بحث یکم داریم این زن... نایب رئیس دوم که رئیس سازمان لیگ میشه میشه بالا بله هست تا, تا کی میتونید بله تا یه سه چهار ماهی من میتونم آیه بقمرزان هم که حالا انصراف داده بود اونم پیگیریم که انشالله اون فضا خانم سرکار خانم موسوی هم که جا در از تشکر کنم از مجمع فدراسیون فوتبال که رأی قاطعانه به ایشون دادن خانم موسوی نایب رئیس نایب رئیس از آدم اقتصادی از کار تیمداری کرده به موجه است شما برس... تا خرداد فکر کنم میتونید سرپرست بذارید بله چه نباید ببین الان فضای التهاب نیست فضای اینه که این ف... که کمک کنیم ما در واقع چالش دارید ولی شانسی هم که دارید اینه که تا خرداد همه هواتونو دارن که تیم ملی بره جام جمال جهانی بعدش ان شاء الله من مطمئن من به همگه... خدا امید دارم آجای فدراسیون فوتبال آقای احسان اصولی رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی هستن آقای طهماسبیدری رئیس هیئت فوتبال شمال باختری این دو عزیز از سمت رؤسای هیئت فوتبال وارد هیئت رئیسه شدن آقای بهرام رضایان مدیر عامل باشگاه پارس جنوبی جمع بسیار باشگاه موفقی بود از رقابت‌های لیگ دو، اومد لیگ 1 از لیگ یک، اومد لیگ برتر و آقای رضایان موقع مدیر عاملشون بودن یه مقطع نبود تیم مشکل خود دوباره حالا آقای رضایان مدیر عامل باشگاه پارس جنوبی جم هستن از مدیر فوتبالی آقای مرداد سراجی مدیر عامل محترم باشگاه سایپا هم آیه از بله ای بله در بله بله شما بسیار هستن هم بسیار کار بلده با سوابق مدیریتی مختلف براشون آرزوی موفقیت میکنم توی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال آیه احمد ازا براتی انتخاب شدن بسیار کار بلد دور گذاشتن ما خدمتشون بودیم در بحث حقوقی به فکری اشراف دارن بسیار هم آدم دیگه هیچ اشتباه حقوقی رو آقای از این خانم کسی نه نه نمی ما افراد دیگه هم قطعا تو از حقوقی به ما اضافه خواهند شد با این قانون جدید خیلی آینا باید برن در مجمع رای بگیرن ولی آقای براتی آدم با تجربه و حضورش هم من آقای یه نکته رو اشاره کنم این در هیئت مدیره در تمام دنیا این مرسومه در ایران هم معمولا یه باکسی رو میچینن مثلا یه مالیچی میذارن یه آدم فنی تو اون حوزه میذارن مثلا شما تو حوزه پتروشیمی هستی یه آدم تو حوزه حقوقی میذارن یه عضو تو بین الملل میذارن من ترکیبی حالا اینو بگین که من روی بحث دو نفر دو نفره بله. آقای خدا افشاریان یه از دیگه ای هستن که عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شدن ایشون دیگه کاملا میشناسن دوست بله. که فوتبال پیگیری میکنن و آقای میرشاد ماجدی که عضو فوتبالیه بله. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هستن به نظرم اتفاق خوبی هم بود چون که میرشاد بسیار میرشاد باله. ماجدی در بله. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کسی فوتبال بازی کرده خودش نه مدیریتش هم بر مدیریت, مدیریت بوده زبان انگلیسی در فدراسیون فوتبال خوب ایشون خود زمان خود ما خب ایشون رو منصوب کردیم به کمیته جوانان بعد تو این دوره بعد از ما هم ایشون بود بسیار بسیار آدم کاربلدی است و اصلا باعث خوشحالی شد آقای افشاریان توضیح داوری های براتی هم که توضیح دادم آیا اصولی هم هم کار مدیریتی کرده در شورای شهر و همچنین هیئت فوتبال اونجا آقای رضایانه که توضیح دادین برسوات خیلی خیلی خوب و موفق آیا سراجی هم برسوات همکار من ما. چون من میشتسم هم ایشون رو همه دوستان رو البته میشتسیم البته ما در این دو تا حوزه که بودیم هم در اون زمان که اومدیم برای عرضه اون موقع من ها بودم آیه اومد اینجا هم که سراجی اومد آیه سراجی اومد اینجا بله. خب بعد نشون میده که این راهه داره می... یعنی بر سراجی سراجی... من نه نه این رو که خودشون رای گرفتن چون اصلا ما لیست ندادیم این سری نداشتیم ولی برسات خودش یک مقبولیت نه واقع میگم که اعضای یدرعیسه رو به همشون تبریک میگم براشون آرزو موفقیت میکنم الان هنوز کارشون شروع نکردن همشون سوابق این... حالا خیلی از این عزیزا من دو عزیز دیگر رو نمیدونم دو سه ولی بعضی از عزیز آه... این سوابق درخشانی دارن توی فوتبال کشور امیدوارم همین همینا رو نگه دارن یعنی خرابش نکنن دیگه یعنی پای چیزی که امضا میکنن حواسشون باشه یه سال دیگه دو سال دیگه سه سال دیگه ببینن چیزی که امضا کردن چی بوده و جواب پس بدن براش حواسشون به تک تک امضایی که میکنن من باشه. یه نکته رو اشاره کنم به مباحثی که به درستی اشاره کردید این البته لازمه این نیست که دوستانی که در رقابت با این دوستان بودن آدم های کارناولدی بودن نه, نه نه اصلا, نه. اصلا, اصلا غریب اتفاق افرادی که اونجا بودن که چه در باکس باشگاهی چه در بخش باشگاهی چه در،, در, بخش باشگاهی چه در بخش هیئت ها و کارشناسی بسیار آدمای کاردان و لایق بودن دیگه... با همه این دوستان هم رفیق بودن با ما هم رفیق هم تاشون از بودن دوستان خوب ما هستن به فعلا قره به اسم این دوستان در اومد ان شاء الله هممون کنارم با یک اتفاق از عزیزم 9 دقیقه دارد. زمان داریم من دیگه بعد تون تون سوال بپرسم پس اسامی که مطرح شده خیلی از بیننده اون پرسیدن شما هیچ چی رو تایید نمی‌کنید به دبیر کل هیچ اصلا اصلا دبیر کل آقای میساقی عزیز من خدمتتون عرض کردم رئیس کل اصلا شما من هر تشکیل نشده اساسنامه رو باید خوند اصلا کسی که این حرفو میزنه به خوب برگرد اساسنامه رو مطالعه کنه ما تشکیل جلسه ندادیم ما شتاب زده عمل نخواهیم کرد نه اینا رو... بله. روشه دیگه شما که در جریان هستید بله. مثلا یه خبری رو اعلام میکنن من میدم رفیقا میزنن من دلنم. واقعا تا... اینا رو اینا رو مخیلی خیلی خب یاد میگیرید یکی بله. یاد <احترخ> میگیرید یه خبری شو که میزنن تا یه ذره جو و فضا عوض شه و دیگه حتما همین هستی آقا گفتن شما استقالی پرسپولیسی تکلیفتون چجوریه من میساقی از عرض کنم من واقعا رنگی نیستم من اصلا در سابقه حضور در باشی در دو تا باشگاه سازی بودم به هیچ عنوان رنگی نیستم من رنگی که مورد علاقه تیم ملیه شما یه جا چیز کنید که من رنگی بودم خب اینا رو خوب از خود من به بپر... حالا خیلی خوب شد که شما میپرسی اینا رو بزن همه بدونن تیم ملی تیم ملی تیم ملی بعدش هم مفصلی که باید من باید بهش اشاره نه دینری مفصل باید من نه 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 یه بحث دیگه ای که حالا شما بهش اشاره کردید بحث همین بود که وابستگی نه واسه ب... بس... اصلا وابستگی نه به نسبی نه سببی نه به آقازادگی نه که همه اینا محترم انا ولی من نه به شما گفتم از کجا اومدم با افتخار اومدم اه... و عشق و همه زندگی هم ایران به ایرانی بودن من افتخار میکنم و همش هم لطف خدا بوده اینو هم خواستم بگم که این رو خیلی روشن بشه برای و اینا هم که خیلی ها پرسیدن بله. و دیگه دادن آقای عزیزی خادم گفتن که راجب وی ای آر صحبت کردن بله. که خیلی واجبه راجب وی آر من صحبت کردم البته من اولویت همونایی بود که قول داده بودن من تمام تمام شرایطم رو و تمام امکاناتمون رو بسیج می‌کنیم البته اولویت ما الان تیم ملیه بعضی اینجا خب وی ای آر چیز بوده 3 میلیون دلار برسات امکانات بخواد تمام تلاشامون رو تو ظرف این دو ما خواهیم کرد که این چون خیلی از واقعا مشکلات ما در این حوزه داوری و این هاشیا ها، یه بخشش جمع میشه بله. حالا یه بخشش واقعا برخورد نکردن خود فدراسیون فوتباله که باز هم اینجا دارم میگم که فدراسیون بر نخواهد تابید در این هاشیایی که برای بحث داوری چه در خود حوزه داوران باشه چه در حوزه فدراسیون فوتبال باشه چه در حوزه باشگاهی باشه ما کوتاه آقای نخواهیم و در مقابل همین منافعی که مردم و من آقای از خیلی از سوالا راجع به بحث مبارزه و فساد تو فوتبال بوده میخوام ببینم شما اصلا چه شناختی از این حوزه دارید مطالعه کردید یا نه که فساد چه شکلی الان این فساد سیستماتیکی که تو بعضی از جاهای فوتبالمون هست اگه دقت بکنید تو بحث شرط بندی که حالا یه آمارای عجب غریبی هم منتشر شد دیروز هم از آن دوستانمون در پلیس فتای آمار رو منتشر کردن راجع به این سایت های شرط بندی راجع به مچ فیکسینگ یا در اومدن بازی ها که تو لیگ های تر خیلی زیاد شده بله. حتی تو لیگ پایه یعنی فوتبال پایه ما رو داره نابود میکنه چیزی که اصلا نبود شما وقتی تو یه سایت شرط شرط بندی یه بازی جوانان استانو گذاشتن معلوی خب معلومه یه مشکلی داره بله. بعد 15 تا کورنر میزنن بله. تا اول شما میخوانم چقدر مطالعه کردید خودتون دوستانتون این کارگروهی که دارید اصلا بله. در جریان این اتفاقات عجیب و غریب و پشت پرده فوتبال هستید یا نه چون این انفعالی که بعضی وقتا وجود داره حالا از سوی کمیته اخلاق کمیته انضباطی یا هر جای دیگه که باید پیگیری بکنه باعث شده تا اینو همینجوری مخفی بمونه و رشد بکنه بزرگ بشه الان متاسفانه تو مرحله بدیه و این وظیفه فدراسیون شماست که بیاد رسیدگی بکنه به این اتفاقات به این بحث فساد رو اون جلسه قبلی هم بهش پرداختیم البته یک کلیاتی بود این خیلی مذ... اینکه خیلی همه جا رو ما سیاه ببینیم خب این معنی واقعی مفتر... بله باید واقع بینانه با این موضوع برخورد کرد که قطعا ما یک کارگروهی رو در همین هفته های آتی داریم می می‌کنیم که اصلا یک کار یه سری کمی و یه سری داده به ما بدن و همین بحث لیگای پایین ما این, این یه بحثیه که برسات قابل انکار هم نیست این یه بحث بحث که به فساد رو کم خواهد کرد اون شفافیت هست آیه میساقی عزیز داینا. شفافیت گزینه گریزناپذیر است همون جوری که برنامه تو دل برنامه ماست گزینه گریزناپذیر که به همین مسیر به کم کردن فساد کمک خواهد کرد یه بخشش اون همین بحث اون رادار اسپورت و اینا که بتونیم ما قرار قراردادی با این تنظیم کنیم همه جای دنیا داره فیفا هم باش قرارداد داره در اون مسیر میریم و اون کارگروه ده ده که یک کار میدانی انجام بشه و قطعا در این حوزه هم آی میساقی عزیز مماشاتی نخواهیم کرد ولی ولو اگر ما بریم ببین با تعلیق کردن و محروم کردن کل لیگ اون لیگ رو ببندیم میریم دنبال این اما اینا یه شبه اتفاق نمیفته ما باید بتون انشالله همه رو سیاه نمیبینیم قطعا مبارزه میکنیم با اشد مجازات تو این حوزه وای میستیم تیم حقوقی ما هم حتما این کار رو خواهد کرد اما یک کار کارشناسی ما در هفته آینده قرار شده که کارگروه شک بگیره خب تایم ما واقعا تایم ما هنوز در ما شک نگرفته بلی. زمان میخواد این همه مشکلات تیم ملی اولویت ماست ولی در همین راستا تو بحث داوری تو این بحث های تبانی و فساد اون روز هم گفتم که ما بر نمیتابیم چون میدید آقای اینی که خدمت شما عرض میکنم خیلی از در واقع کسی که تو فوتبال دارن فعالیت میکنن مدارکشون رو میفرستن برای برنامه بله. شما به نگاه بکنید بله و کاملا تایید شما هم به ما کمک کنید همینا رو در اختیار ما بذارید بله بذارید آره اوضاعش خیلی خرابه بله. آره رسیدگی به شغلتمش گفتید لیگ تعطیل میکنه واقعا یه سری لیگا هست تو سطح مثلا استان واقعا این کار انجام میدید در تعطیلی باید باشه واقعا ما ارزشی برای علاوه فنی برای فوتبال نه من قرار به شما لیگی که فنی که هیچی داره به من آسیب میزنه برای چی نگهدارم بعد میشه مشروعیت فوتبال هم زیر سوال بره یعنی یعنی میخوام بگم اراده فدراسیون اراده برخورده البته با اون نگاه که ما سیاه نبینیم ما اعتقاد داریم که حالا با یه نگاه کارشناسی ولی اگر به یه نتیجه برای ما کاملا به قول معروف مشخص بشه قطعا برخورد میکنیم و حتما در این راستا قدم برمیداریم و های فوتبالی که در واقع این چند سال آقای عزیز خادم خیلی هاشون علکی به های مختلف دادن برای همین بحث درآمدزایی خودشون اومدن بالا می‌دونم شاید بعضی به شما رأی داده باشن ولی خیلی خوب اینا رو مانیتور بکنید ارزیابی بکنید عملکردشون رو بعضی از سپلاتر قدیمی تر هستن و اون اومد و رفت و اینا ولی همچنان دوستان حضور دارن اینکه یعنی اون رفیق بازی که بعضی وقتها اتفاق میافتاده من به شما رأی بدم که شما بعدن 4 سال هوای داشته باشی رو نداشته باشیم توی این دوره انشالله این اول کاری دارم خدمتتون عرض میکنم چون همین باعث رکود خیلی از حتما. استانها شده توی فوتبال کاملا ببین من این رو بر اساس فوتبالی اساسنامه ای داره که قوانین توش تعریف شدن و اونجا خطکش ماست اینی که بر من بخوایم بتونیم گردش و این گردش بر مدیران باشه من اصلا خودم باش به هر موافقم اما اینکه بر کسی از در این مجمع و فرار و اونجا خط شما چی هست اساسنامه فدراسیون فوتبال وقتی اساسنامه بارسا رای میده به کسی آیه میساقی ما نمیتونیم بگیم که که آقا جلو مردم بگیم ما رای ندید خب رأی دادن بارسا ما اون, اون فرایند رو که و ولی اینکه بخواد کار غیر قانونی انجام بشه بسی حقی تضیع بشه از ورودی ممانعت بشه اون رو بر نخواهیم تابید و اون رو هم قطعا اه... اونها رو هم مورد ملاحظه و بررسی قرار میدیم و خود منم اعتقاد دارم فدراسیون فوتبال نیاز به تغییرات داره به خصوص در حوزه مدیریتی من جا داره باز هم از مجمع فدراسیون که چون بحث بحث توسعه فوتبال هست بلد. بعد سفرها رو قطعا به تمام اگه من عمری داشته باشم به لطف الهی سی دو استان سفر خواهم کرد با تمام استانداران میشینم درست. چون اعتقاد دارم هر جا برشن این فدراسیون محلی ما هستن هر جای میساق از وقتی شعن رئیسیت اونجا به عنوان متولی فوتبال نگه داشته باشه خب شعن فوتبال به فوتبال شعنیت داده میشه به همین دلیل ما تمام نمایندگان محترم مجلس اون مناطق درست. هم استاندار رو همه رو میاریم به دوستان هم اعلام کردیم که اینا پروژه هاشون رو به ما پروژه بدن همون کاری که فیفا با کشور عوضش و بعد بهشون امکانات بله بب... ببین پول دادن نه ببین پول رو صرف پروژه شدن داخل داخل دادن مش... رفتار مشارکت جویانه و آگاهانه وقتی با. ما این فضا رو و یه نگاهی متمایز از قبل که اینها بیان چرا شما فکر میکنید کسی که الان مثلا با توپ پلاستیکیش داره در دورافتاده ترین مناطق این کشور داره فوتبال بازی میکنه و امشب هم داره برنامه شما رو میبینه اون واقعا این فدراسیون فوتبال نباید بر اون تصمیم بگیره نه شما بودید چه کار خیلی فیلم ها رو کار قشنگ هم میکنید بیرون می این مناطق اونا امیدشون به کیه امیدشون به همین مجموعه است که بیاد داره به صورت فرماندهی میکنه داره اینجا راهبری میکنه که انشالله ما بتونیم با این فضای اقتصادی همه کمک بدیم فوتبال رو برای همه دلشه. یعنی اون فوتبال خیابانی گرفته تا محلات برای همه اونها هم جزی از این فوتبال هست اونا رو ما هم فراموش نخواهیم کرد آیا شاهد دین عزیز شما خوشگل صحبت میکنید خوب صحبت میکنید خواهش امیدوارم همینطوری هم ان شاء الله اداره بکنید تدریس فوتبال رو در چهار سال آینده الان انشالله. در واقع بحث و صحبت ها و برنامه‌ای که شما مطرح میکنه برنامه‌ای که باید ببینیم عملی میشه یا نه این اولین گفتگوی ما با رئیس فدراسیون فوتبال است و امیدوارم اتفاقای خوبی با حضور بیفته و متفاوت باشه دوران ریاستشون با قبل و هیئت رئیسه ای که دارن حضور میرشاد ماجدی آیه سراجی آیه خدا افشاریان، آقای براتی بقیه دوستان آقای رضاییان از مدیرای خیلی خوب فوتبالی اون بعد آقای دیگه از که آقای حیدری آقای اصولی که از هیئت بله. بله،, بله،, بله. جمیعا در کنار هم البته با کمک گرفتن از فوتبالیایی که قلش ایشون داده بودن قطعی قطعی همینجا اعلام کردم بله و حضور اون از اون امیدوارم که اتفاقای خیلی خوب بیفته آقای از خادم نزدیک 8000 تا سوال اومده وقت گفتگوی من شما تموم شده شما فقط گفتن صفحه اینستاگرام دارید خودتون من نه من شما مثل برتر کلی فیکس زدم براتون از الان نه بله من همین همینجا اعلام میکنم من هیچ صفحه مجازی رو ندارم ندارید فعلا حالا اگه حالا فعلا فعلا, ندار. فعلا, بزادن فعلا بزادن ندارید فعلا بله جزید. من ندار. خیلی زیادی اومده از شما ولی به نظرم به عنوان گفتگوی ابتدایی کافیه همین مباحثی که مطرح شد و بعد باید برید توی کار و بحث در واقع حضور تو فدراسیون فوتبال تا ما بتونیم بعدا با هم دیگه گفتگو بکنیم انشالله. و مراسم مصراحه اگه صحبت دیگه ای دارید یکی دو دقیقه پایانی من اجازه بدید دو سه دقیقه یه تایمی هم به ما بدید که من یه جنبندگی کنم حالا دو دقیقه دردن. خدمت شما سه دقیقه حالا بیشترش هم کنید دو 25 دیگه من جادر حضرت عالی و شاکی سه تشکر ویژه کنم ممنونم که ما رو دعوت کردید از مجمع فدراسیون فوتبال صمیمانه تشکر می‌کنم همه اعضایی که من رأی ندادن چونایی که رأی دادن از دوستان عزیز من که بهم کمک کردن در این چند ماه انتخابات و جانانه کنار من بودن فداکارانه کنار من بودن روزای سخت شب نخابی سفرهای استانی من با افتخارم کنارشونم و قطعا با اون نگاهی که ما داریم انشالله فضا بشه که از همه استفاده خواهیم کرد نگاه ما سلایت سنجیست نگاه ما نگاه توسعه فوتبال به کشور شفافیت پاسخویی و از تمام رسانه ها تشکر میکنم انشالله ما بتونیم با عمل کردمون حالا بیشتر دیگه صحبت نکنیم در یعنی با عملمون نشون بدیم یعنی گفتار ما بیانگر عملکرد ما باشه و بهترین گفتار آدم ها عملکردشونه من بر اساس پنج سالی در هیئت بودم شما دیدین که حالا درسته من اونجا رئیس فدراسیون فوتبال نبودم ولی من مشاور عالی اجرایی فدراسیون بودم رئیس شورای راهبردی بودم تیم ملی دستم بود و حالا گفتن نداره تمام ظرفیت هم رو استفاده کردم از هیدرسی محترم هم به کمک ما خواهند اومد که بتونیم از سخت افزاری نرم افزاری این فضا رو بتونیم انشالله بسیج کنیم برای تیم ملی. تیم ملی تیم ملی تیم ملی تیم ملی الان نیازمند این همگرایی از مجمع فدراسیون دولت محترم دولت فعلی دولت آتی مجلس محترم ما نیازمند این کنیم. چون ملت برسات به این مردم باید پاسخ بدیم هممون هم باید پاسخ این مردم چون فوتبال متعلق به مردمه باید امکانات مالی و شد فوتبالیم که ما این فضایی که باش روبرو شدیم که انشالله ما خورد بود خورد به خورد بنیم روی بحث چی برنامه‌مون ولی الان فوری فوتی است مطمئنم که دوستان کمک میدن و شما هم انشالله جانانه کنار کار خواهی بود مثل همیشه خیلی متشکرم هم از آقای شاهابودین عزیز خادم ریاست محترم فدراسیون فوتبال و امیدوارم که تک تک جملاتی که امشب فوتبال برتر گفتن خاطرشون بمونه و تلاش شاید. بکنن خودشون و تیمشون برای تحقق قولی که دادن به فوتبال ممنونم آقای عزیز خادم براتون آرزو موفقیت می‌کنم به بیننده‌های شما دیگه صحبت دیگه منم از صبر و حوصله همه بینندگان تشکر میکنم ممنون. و از این که منو دعوت کردید به این برنامه سپاس فراوان دارم متشکرم تازه بخش فوتبالی برنامه ما میخواد شروع بشه بریم خدمت رفقای عزیزم تو پخش شبکه سه آگهی رو ببینیم تازه باید بیایم هشتوازی امروز هفته جدید رقابت های لیگ برتر رو مرور کنیم با فوتبال برتر